علائم رو صحبت کردیم، در واقع درمان ها رو صحبت کردیم. بحث واکسیناسیون هم خودتون گفتید که هنوز جای سواله که ما نمیدونیم واکسن هایی که موجود است چه در ایران و چه در دنیا. باید این واکسن ها، حتی اگه میگن ما نمیدونیم که این واکسن ها از واکسن های فایزر، مادرنا، آسترازنکا، سینوفارم، هر چیزی که واکسن داریم چقدر میتونه مؤثر باشه، ولی نمیگن. مثلا هنوز میگن تمام این واکسن ها باید تزریق بشن. برای کسایی که واکسن هم نزدن واقعا میخواستم بگم یه تجدید نظری بکنن. خب میتونن دوباره مطالعه بکنن و تصمیم بگیرن که واکسن خودشون رو دریافت کنن. به ویژه راجع به دوز سوم، چون خیلی ما الان افرادی رو در واقع میگیم واکسیناسیون کامل انجام بدن که سه دوز زده باشن. بله، خیلی افراد دو دوز زدن و برای دوز سوم یه مقداری من احساس می‌کنم مشکوکم و اصلا اون همت جمعی وجود نداره. خیلی مثل اون دوزای اول دوم نیست، ولی خیلی مهمه. فکر می‌کنم که مثلا اون دو دوزه کفایت می‌کنه، یا اصلا خیلی ها فکر می‌کنن ما اون دو دوز زدیم هیچ فرقی نکرد و اینها، ولی اینطور نیست. نه نیست. و من خواهش می‌کنم حتما عزیزان راجع به دوز سوم حساسیت بسیار بالایی به خرج بدن، و الان که مراکز واکسیناسیون زیادن و واکسن هم در دسترس است، لطفاً مراجعه کنید و دوز سومتون رو بزنید. خیلی 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 مهم هست. واقعا کادر درمان دیگه توان مواجهه با موج جدیدی رو نداره. حالا من کادر درمان نمیگم، در صورت یه سری وظایف کادر درمان دارن که انجام میدن. بله. ولی خب من همیشه میگم که خب مردم دیگه بیش از این نباید آزار ببینن. واقعا با توجه که میدیدیم چقدر اذیت میشن و چقدر عزادار میشن، خب اینا دوار روحیات همگی اثر میذاره. و امیدوارم که چه موارد دیگه پیش نیاد. درود بر